نوروز از جشنهای قدیمی ملی و فرهنگی تاجیکان محسوب یافته، آن را در تمام جهان و از جمله تاجیکستان بیشتاسا با اخلاصمندی و سعادت بی‌پایان تنتنه می‌سازند و با ارزش‌های پرقیمتش ارج می‌گذارند. بعد در سطح بلند تجلی نمودن نوروز عالم افروز، ساکنان بانانگ و ناموس 8 دهه جماعت دهات دلیان بالای ناحیه دیوشتش سوی انشاءات جشنی به استقبال نوروز عالم افروز و در دایره استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده شونده راه پیش گرفتند. صاحبکار محسن بابایف جهت با دستاویز ارزنده استقبال گرفتن نوروز جهانی و در دایره آمادگی ها به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در دهه قلعه ارباب مرکز فروش سوزشوری، مغازه قسم احتیاطی نقلیات گوناگون تمغه، نقطه های تعمیر چرخ ها و محرک نقلیات را با خرج زیاد از 500 هزار سومانی بنیاد و مورد استفاده همدیهگان و ساکنان ناحیه قرار داد. در این مرکز و نقطه ها 8 نفر ساکنان دهه که اکثرشان را جوانان تشکیل می دهند با کار دائمی و معاش خوب تامین کرده شدند. با دستور و سپارش های جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ما صاحب کارا را دستگیری کردی سادیان که به همین روزها ما رسیدی سادی. انشاءات ما به مبلغ زیاده از 500 هزار سومانی صرفه شده است که از نقطه فروش سوزیشواری و گزیمایه و نقطه فروش تجهیزات های افتومبیلی و تعمیر نقلیات های گوناگون عبارت باشد. با اقدام برادران صاحبکار میربراد و رستم صابیروف در دهه دلیان بالا با خرج 525 هزار سومانی نخستین چاه عمودی کوفته و مورد بهره‌برداری قرار داده، با این وسیله آبیاری و کشت منتظم زراعت های کشاورزی در 25 هکتار تامین گردید. ذکری به مورد است که تا این مدت همه مزرعه های خواجگی دهقانی جماعوی دلیان بالا للمی و از گردش کشاورزی برآمده محسوب یافته، میدان ها وابسته از آب و هوا کشت کرده می شدند. جهت بابرق دائمی تامین گرداندن چاه، برادران صاحبکار در مسافه نزدیک 1 کیلومتر ستونپایه های آهن و سارجی و زیرستگاه مقتدر شنانده و 2100 متر ناقل بلند شدت نوی A50 استحصال وطنی کشیدند. اکنون در دشت تشنلب از عمق 200 متر در هر ثانیه از 12 تا 15 لیتر آب تازه فواره زده، امکان آبیاری 25 هکتار میدان عملی گردانده شد. در جماعت دهات دلیان بالا نزدیک به 30 هزار نفر ساکنان کسب و کار گوناگون پهلو به پهلو زندگی و فعالیت برده، یک خواجگی دهقانی جماعوی و نزدیک 300 خواجگی دهقانی انفرادی اولوی تشکیل کرده در اختیار خویش 11268 هکتار زمین دارند. از این مقدار 7000 هکتار میدان کشاورزی به شمار رفته، تنها 3000 هکتارش مزرعه پرقیمت آبی شمارده می شود. با دستگیری از تشبث برادران صاحبکار صابیروف و اهل عائله صاحبکاران دیگری در دهه استقامت کننده جمعبایف ها روح الهام تازه گرفته و کندن چاه عمودی کمر بستند. در نتیجه با جهد و تلاش عائله جمعبایف ها در روزهای تجلیل نوروز فرخنده پی و آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با خرج 485 هزار سومانی چاه عمودی دویم مورد بهره برداری قرار داده شد که در هر ثانیه 14 لیتر آب فواره می زند. قابل ذکر است که ساکنان دهه دلیان بالا اساسا با کارتوشک پروری شغل داشته، سال گذشته در میدان 1100 هکتار تخمه های اعلی صفت کشت کرده حاصل فراوان رویانده بودند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن دو چاه عمودی حالت ملیوراتیوی زیاده 100 هکتار میدان بهتر گردیده، کشاورزان عهد کردند که سال روان کشت کارتوشک را در مزرعه های خواجگی های دهقانی جماعوی و انفرادی و اولوی به 1400 هکتار می رسانند. در این برابر در قطعه های نزد حولگی اهالی در میدان 240 هکتار کشت بابرکت کارتوشک دایر کرده، حاصلناکی میدان ها به مراتب بلند گردانده، با این وسیله واردات کارتوشک از خارج مملکت پیشگیری و استراتژی دولتی به خطر امنیت آذوقه‌واری تامین گردانده می شود. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتج، اخبار.